بیننده دیگر سوال کردند که حکم تراشیدن موی سینه و پا چه هست؟ در مورد موهای بدن ما یک بخشی داریم که شریعت اسلامی دستور داده که باید تراشیده بشوند و نگه داشتنشون خلاف فطرت و خلاف شریعت هست و این موها مانند موی زاید بدن هست، موی زیر ناف و موی زیر بغل که تفاوتی نداره، هم برای مرد و هم برای زن جزء خصال فطرت و احکام شرعی هست که باید اینها در واقع تراشیده و زدوده بشوند. و برخی از به اصطلاح بخشی از مو بگونه‌ای هست که شریعت تشویق و ترغیب کرده که این موی باید نگه داشته بشود، مانند ریش و محاسن که از نظر شرعی بنابر اقوال ائمه فقها جز واجبات شرعی هست و در این زمینه روایات متعددی از رسول الله صلی الله علیه و سلم نقل شده. پس بنابراین دو نوع مو داریم که حکمشون یکی تراشیدنش واجب هست و دیگری نگه داشتنش واجب است. غیر از این موهای بقیه جاهای بدن، موی سر هست و موی دست و پا هست، موی سینه هست، موی کمر هست، از نظر شرعی تراشیدنشون هیچ گونه اشکال و ممانعت شرعی ندارد. جایز هست که مرد باشه یا زن باشه، برای هر دوتاشون جایز هست که به هر نحوی که برایش میسر هست و میخواهد، از نظر شرعی هم میتواند که موهای بدنش را به اصطلاح زایل بکند، بتراشد یا لیزر بکند یا به هر گونه ای که خودش تشخیص میدهد. از نظر شرعی هم هیچ گونه مانعی در این زمینه وجود ندارد.